درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه امیدوارم حالتون خوب باشه و با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم امروز یک رسوایی دیگر بر پرونده پرویز پرستویی اضافه میشه یعنی اینکه پرویز پرستویی با اون سابقه ای که داشته با فیلم هایی که بازی کرده و با رفتار و کرداری که بر علیه مردم در طول سالهایی که در فیلم ها بازی کرده فیلم های ضد مردمی در رابطه با جنگ و مسائل قوت بخشیدن به بسیج و نیروهای بسیجی و همه چیزهایی که خود مردم بهتر میدونند از قاسم سلیمانی گرفته که نقشش رو بازی کرده و دفاع از قاسم سلیمانی و همینجوری بیا و تا الان و آمده آمریکا هم که همه در جریان هستید حالا اومده در ایران و حالش رو برای خامنه ای جلات نوشته خامنه ای که الان در همین روزها دارن مردم میگند مرگ بر خامنه ای مرگ بر خمینی و اینها رو نمیخوان بعد اومده در یک نامه شکایت نامه یعنی شکایت مردم رو برده به خامنه ای الان نامش رو براتون میخونم تصویر نامه رو نشون تو میدم که بدونید فرستاده در رسانه ها که برسه دست خامنه ای انسان از این پستر دیگر وجود نداره کسی که میگه من هنر دارم و برای مردم کار میکنم تو این نامه هم گفته من برای مردم کار میکنم مردم وقتی خامنه ای رو نمیخوان وقتی رژیمش رو نمیخوان تو واسه کی کار میکنی مردم که اینها رو نمیخوان تو که داری با اینها کار میکنی نامه هم که رفتی براشون فرستادی آخه چه ادعایی هست که میکنی مردمی که اینها رو نمیخوان حالا یه دو درصد سه درصد اینها رو میخوان اون سه درصد و دو درصد هم سپاه و نیروهای لبنانی و نیروهای سوری و از این آدم کشا خامنه ای رو دوست دارن که ثروت ملت رو میچپونه توی دهن اونها اونها به خاطر این دوستش دارن که پول ملت رو میفرسته لبنان میفرسته سوریه میفرسته جاهای دیگر حالا نامش رو براتون میخونم خودتون قضاوت کنید در روزنامه که سینمایی هست این نامه چاپ شده نوشته نامه پرویز پرستویی به رهبری پرویز پرستویی بازیگر سرشناس سینما به انتشار نامه سرگشاده ای به آیت الله خامنه ای گزارشی از سفرش رو به امریکا و های این سفر ارائه کرد پرستویی در نامه خود که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده به طرح مشکلات اقتصادی مردم هم پرداخت متن کامل این نامه به نقل از صفحه اینستاگرامی پرستویی به این شهر است سلام به محضر آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بنده حدود یک ماه پیش به دعوت گروه های سر طلب امریکایی برای نشان دادن یک فیلم مستندی به نام قسطه های هزار و یک روز ساخته حبیب احمدزاده به امریکا سفر کردم فیلمی که پیامش صلح بود. در چندین شهر امریکا این فیلم به نمایش گذاشته شد. خدا رو شکر با اکسل های خوب مردم هم مواجه شدیم. چه امریکایی و چه ایرانیان عزیز؟ بماند که فقط در دو اکران با هشت نفر شلوارک پوش و بیرق به دست جیر خار مواجه شدیم که با فهاشی و شعار مانع ورود مردم برای دیدن فیلم شدند. که نتیجه هم نداشت و حتی موجب شد که بنده با یک نفر از اونها که یک قهرمان پوشالی دوپینگی در جدو بود و آواره در امریکا درگیر شوم و کار به پلیس کشیده شود که هنوز هم پس لرزه های آن تمام نشده و کار به کنگره هم کشیده شده که چرا به بنده ویزا دادند باز هم مهم نیست و هنوز در تمام رسانه های اونور آبی هم برنامه پرکن شدم و مدام توهین و سرزنش و نسبتهای دروغ که مثلا بند و عضو موثر سپاه قدس هستم و باز هم مهم نیست چرا که به قول حاج کاظم آژانس شیشه من یک عهدی با خدای خودم بستم و پای همه چیز میستم. بنده به هیچ ارگانی وصل نیستم، نه دولتیم، نه سپاهیم، ولی با افتخار یک ایرانیم، هنرمندم، یک آزاداندیشم، رسالت پنجاه سال فعالیتم در عالم هنر خدمت به مردم بوده و هست و خواهد بود. حال عرض اصلی من این است. بنده همه توهین ها، فهاشی، حد که حرمت را از جانب ادهی که به دروغ خود رو مدافع مردم می دانند به تن می خرم. اما حرف اصلی هم این است باور دارم که مملکت ما از ثروت خوبی برخوردار است ما فقیر نیستیم ما ندار نیستیم ما کشور ثروتمندی هستیم حتی اگر تا ابد در تحریم بمانیم بزرگترین ثروت این مملکت مردم هستند که همیشه مدارا کردهاند و ایستادگی و هیچ وقت پشت به دولت و و دولتهایی که آمدند و رفتند و هستند و نکردند حال روانی است معلم به جای بودن در مدرسه در خیابان از نداری شعار من رفاه ندارم بدهد روانی است مردم از نداری و تنگ دستی در خیابان گاز اشکاور بخورد و گلوله مردم پول ندارند توان خرید مرغ و ماکارونی و روغن ندارند سفره هاشون خالی است شرمنده زن و بچه هاشون هستن. جای مردم در کنار خانواده است نه زندان آن هم به خاطر نبود معاش قسم به خونه پاک شهدا قسم به زخم های جانبازان قسم به قلب پاک مردم حاضرم مرا در میدان بزرگ شهر به دار آویزند ولی مردم آبرودار ایران رفاه داشته باشند مردم دل شکستند. از شما خواهانم حکم رفاه ملت رو با خون بنده امضا کنید و سلام این نامه ای بوده که پرویز پرستویی نوشته به حساب خودش دفاع کرده از مردم در حالی که اصلا خود همون آدمی که نامه براش نوشتی یک جنایتکار جنگی یک جنایتکار بر علیه مردم در جنگ ایران و عراق کلی آدم کشته کلی آدم اعدام کرده در تمام این دورهایی که این شخص وقت قبل از اون خمینی بودند میلیون ها آدم رو کشتند ولی آقای پرستویی هنوز اومده نامه براش می نویسه و ازش درخواست درخواست میکنه که منو اعدام کنید و این کارها رو انجام بدی. موردن تو چه تأثیری در او داره این بازی ها رو بذارید کنار آقای پرستوی این سیاکاری را رو, رو بذارید کنار انسان سالمی بشید بیای به طرف مردم عین نوریزاد عین خیلی از کسانی که اشتباه کردند آمدن در کنار مردم شما چرا داری سفسطه بازی میکنی دو دوزه بازی میکنی و خودت رو یکی به نل میزنه یکی به میخ میزنی تو یکی از کسانی هستی که نقش هاش قاسم سلیمانی رو بازی کردی نقش یک قاتل این یکی از جرایم بزرگ توست که باید جواب بدی هیچ کس فکر نکنم این نقش رو میخواست بازی کنه هیچ کس قبول نمی کرد این نقش رو بازی کنه اما تو قبول کردی و رفتی بازی کردی و افتخار هم بهش کردی سیاکاری هاست که معمولا آدم هایی که وابسته هستند برای اینکه خودشون رو مقبول نشون بدند طرفدار مردم نشون بدن این بازی ها رو در میارند لطفا نظراتتون رو در پیام ها بنویسید در کامنت ها بنویسید و جواب پرویز پرستویی با شماست من یک چیزهایی گفتم بر اساس دیده ها و شنیده ها اما شما جواب آقای پرستویی رو که نامه به جلاد بزرگ نوشته و از او درخواست کرده جوابشو شما بدید با سپاس از شما